در ادامه واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی به سوزاندن نسخه‌ای از قرآن کریم توسط یک سیاستمدار افراطی سویدنی، سازمان ملل هتک حرمت به این کتاب مقدس را محکوم کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفت چنین اقدام نشانه نفرت در حال رشد در برابر اسلام است و ما آن را محکوم می‌کنیم. همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با محکوم کردن این عمل شنیع گفت از هیچ کس آزادی توهین به مقدسات مسلمانان و عقاید دیگر را ندارد. سوزاندن نسخه از قرآن کریم و هتک حرمت به این کتاب مقدس توسط یک سیاستمدار افراطی در سویدن، اقدامی که خشم مسلمانان در کشورهای مختلف جهان را برانگیخته است. ترکیه روز گذشته شاهد حرکت اعتراضی گسترده مسلمانان بود. صدها نفر در برابر کنسولگری سویدن در ترکیه دست به اعتراض زدند با این شعار که بی احترامی به مقدسات آزادی نیست. معترضان همچنین به سکوت کشورهای اروپایی در برابر این جنایت تاختند. وقتی صحبت از دشمنی با قرآن و اسلام می شود، بلافاصله با بیان آزادی، بیان و اندیشه اجازه می دهند و تماشاگر می مانند. اینجا بگوییم که سوزاندن قرآن جنایت آشکار، نفرت و نفرت است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هم هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد. او اینجا گفت هیچ کسی آزادی توهین به مقدسات مسلمانان را ندارد. به گفته او، آتش زدن قرآن کریم توهین به همه افرادی است که به حقوق و آزادی های اساسی احترام می گذارند. هر کسی یپلمش بی رکارت. هیچ فرد آزادی توهین به مقدسات مسلمانان یا سایر ادیان و عقاید را ندارد. قرآن کریم که تحت حفاظت خداوند است، با آتش زدن یک افرادگرا هرگز آسیب نمی بیند. در ادامه واکنش‌های جهانی به سوزاندن قرآن کریم، سازمان ملل متحد هم آن را محکوم کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت این اقدام نشانه از نفرتی در حال رشد در برابر اسلام است. این یک نشانه دیگر از نفرت در حال رشد علیه بسیاری از ادیان الهی است و چنین اقداماتی باید به صورت واضح محکوم شود و ما آنها را محکوم می کنیم. به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی، دولت سویدن در توجیهی غیرقابل قبول اعلام کرد که اجازه اعتراض بر راسموس پالودان را داده بود، اما آتش زدن قرآن کریم جزء برنامه نبوده است. برای بررسی بیشتر این خبر، همین اکنون آقای مولوی لطف‌الله حق‌پرست، عالم دین و استاد دانشگاه، اینجا در استودیو با ماست. آقای حق‌پرست، سلام بر شما. آتش زدن قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان، یعنی چی؟ این اقدام سیاست مدار افراطی سویدنی چی پیام را مخابره میکنه؟ تشکر میکنم از سوالتان. بدون شک توهین و تحقیر و اهانت به مقدسات ما و مقدسات طبعا یعنی یک حد و مرز داره. هر اهانت از خود جایگاه خود داره، یعنی اهانتی که به قرآن میشه، این اهانت در حقیقت به دین ما هست. و امروز ما میبینیم که مسئله اهانت به قرآن یک بار نیست، بار بار تکرار میشه. معلوم میشه که دشمنان آشتی ناپذیر اسلام تحمل اسلام ندارن. اسلام در حال رشد است. امروز ما میبینیم که در سرزمین های مثل امریکا و چین و هند و بالاخره در سراسر جهان، امروز ما میبینیم که اسلام ماهیت خود و ارزش خود با امی کتاب مقدسی که داره، ارشاداتی که در این کتاب است، چون اولین پیام قرآن پیام دانش است، علم است. و دومین آیات هم که در رابطه با علم و دانش نازل شده، ما را دعوت به علم و دانش و منطق میکنه. قرآن خودش منطق است و با منطق عرف میزنه. ولیکن حرکتی که امروز ما میبینیم از طرف مجامع کفری الهادی در برابر قرآن صورت میگیره، اهانتی که صورت میگیره، در حقیقت این اهانت واضح است که اونا یک عقده‌مندی کلان دارن و ترس، بیم، خوف دارن از قرآن و از پیروان قرآن. و افهمی خواهیم روی از این ملحوظ قرآن به صراحت می فرماید که
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. الآية صدق الله العظيم. خداوند متعال میفرماید که شما هیچگاه به دین مردم و مقدسات مردم شما توهین تحقیر نکنید، ولو ادیان باطل است، ولو مکاتب باطل وجود داره، اسلام بر ما اجازه نمیده که ما به دینشان به مقدسانشان توهین تحقیر بکنیم، زیرا اونان مبادا که مثال به اعتقاد شما، به باورهای دینی شما توهین تحقیر بکنه. امروز ما میبینیم سراسر از طرف کفار کفر فجره، از طرف یهود و نصارا برنامه های طراحی میشه که در او همیشه توهین تحقیر به اسلام عزیز است، به دین اسلام است، و با این حرکت در این شک نیست که بیشتر از 1.5 میلیارد انسانی که در روی کره زمین خدا زندگی میکنن، اونا را عملاً قلبهایشان جریحدار میسازه، و این جریحدار ساختن ای به این معناست که اونا تحمل این مردم ندارن. وقتی یک کس میبینه که در برابر یک ابرقدرت توان یعنی گفتگور نداره، رایی که اونا انتخاب میکنن، اما ابن حجر عسقلانی رحمه الله میفرماید رایی که اونا انتخاب میکنن فقط امو راه رای دشنام دادن، توهین کردن، اهانت کردن است، در حالی که قرآن به صراحت میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره مثلی وضعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. حضرت علامه ابن حجر عسقلانی در جامع الاحکام میفرماید که اینا نه در آینده نه در گذشته در هیچ حال نمیتونن که در برابر این کتاب مقدس الهی و این کتاب الله جل اینا برابری بکنه. آقای اخبر است، با توجه به اینکه این اولین بار نیست که اینا دست به همچو جنایات و اعمال شنی میزنه، در دانمارک ما هم شاهد چنین عمل بودیم، به نظر شما دلیل ضعف جهان اسلام برای پایان بخشیدن به چنین وضعیت در چیست و به نظر شما راه حل کجاست؟ به نظر ما من حیث یک کارشناس امور دینی، اول خود دقت بکنیم که جرم یک جرمی است، بزرگترین جرم است و جنایت. این از نقطه نظر اسلام ما میتونیم بگیم که اینا مفسدین فی الارض هستند، و مجامع بشری و مجامع اسلامی و حتی مجامع غیر اسلامی، همونطور که دین ما همین حد مرزها را تعیین کرده که ما به مقدسات دیگران توهین تحقیر نکنیم، تا اونا به مقدسات ما توهین تحقیر نکنند ما همین حد مرزها را ما عهدشکنی نکردیم. لازم است که مجامع بین در قبال قضا آرام نباشند، و اینا را باید به مجازات بکشانن، به میز مجازات بکشانن. در برابر قوانین اسلام، قوانین اسلام کسانی که حد که حرمت به مقدس‌ترین کتاب که او در حقیقت دین ماست، بنان مجازاتی که لازم می‌بینه، اینا لازم است که وقتی طور بی‌حرمتی رو میکنن، اینا سخت‌ترین مجازات از نقطه نظر اسلام برشان این مطرح است، یعنی سخت‌ترین مجازات حکم اعدامشان است. حالا ما میبینیم که هر کشوری که دست به همیتون یک جنایت های بزرگ را میزنه که نابخشودنی است، مجامع بین کنفرانس های اسلامی در این قبال قضا آرام نباشند، و ملت افغانستان، تمام کشورها اسلامی، تمام لیدرهای جهان اسلام اینا پیام های بسیار مکرر داشته باشند و اونا را گوشزد بکنند، و در برابر اینمی 1.5 میلیارد انسانی که مسلمان هستند، بالاخره اینا آبرو، عزت و حیثیت دارن، و داخل قلب اینا را جریحدار ساختن. یعنی اصالت تمام مجامع اسلامی همین است که با وحدت نظر، با یک پارچگی بدون در نظر داشت تمام ملاحظات با یک آواز علی اینا صدا بلند بکنن. سپاسگزار هستیم جناب مولوی صاحب. آقای حق برای